در بودیم و امروز دکتر فیزیوتراپ داریم. بله. و امروز در کنار خود دکتر صاحب محمد عثمان فیضی رو داریم که متخصص فیزیوتراپی هستن. سلام علیکم دکتر صاحب. مانده نباشین. روزتان بخیر. خوش آمدید. تشکر لطف کردین. شما خوب هستین؟ چطورتون خوب؟ خوش آمدید. ما هم خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب دارم. افتخار باشه در مورد برنامه‌تون. زنده باشین. تشکر از خودتون که تشریف آوردین دکتر صاحب. فرمان شما سهولت کردین. این برنامه جان خوش جهان خوش از کل دکترات تنها از یک دکتر دو دکتر نیست. این برنامه برنامه خودتان است. دکتر صاحب که صدای منو میشنوین، این برنامه از خودتان است. چطور که بسیار عالی است. یعنی از تمام دکتر هست است. بله. من یک چیز بگویم، از تمام آدم هست. کسایی که در این برنامه خونده میشن خود دکتر هستن نیست؟ و کسایی که بیننده هستن مسلمت با اونا دیگه ما در خانهشان هستیم. بله، چون ما خواهی نخواهی راجع به جسم انسان گپ میزنیم و بله. بیماری هایی که انسان ها مبتلا میشه، پس همه این برنامه از همه است. بله بله بله، سرالی است. و دکتر هایم که میان مسلمان کسایی هستن که یک ویژگی، یک سهم خاصی دارن بله. از این برنامه، یا بگویم یک وظیفه خیلی خاصتر دارن نسبت به این برنامه. بله. و ما برای اولین سوال از پیش دکتر صاحب پرسان کنم که خب شاید مردم یک تعداد از افراد برایشان سوال پیدا شده که فیزیوتراپی چی هست. بسیار سوال بسیار خوب، سوال بسیار جالب که زیادتر دوستای ما ایره نیفهمن فیزیوتراپی بله. چی هست. حتی ما روزانه با این مشکلات سر میخورم. مریضای پیش ما مراجعه میکنن و متاسفانه که دکتر صاحب ارتوپدی برای ما میگن که ما برای شما ماساژ نشته کردیم، شما بله. یک کورس ماساژ بگیرین. بله. فیزیوتراپی تمام نشد با یک ماساژ. بله. فیزیوتراپی با دو کلمه تقسیم شده است. فیزیو با معنای فیزیکی، شما حرکات فیزیکی را اجرا بله. کردین. بله. تراپی با معنای از اینکه بیخونوتراپی با دستگاه برقی مریض تداوی میشه. من تو گفتم میتونم در بخش فیزیوتراپی اگر مبالغه نکنم تمام اون بخشا تداوی میشه. اگر ما بخشا رو نام بگیرم، مثلا بخش مریضای ارتوپدی، جراحی اعصاب، بله، گوش و گلو، مریضای جلدی، مریضای نسای اولادی، تمام اون امراض، برای هر کدام از این ما وسایل داریم، دستگاه داریم که با دستگاه مخصوص تکلیف های مریضا تداوی میشن. درست. پس کدوم تکلیف هستن که دفتر سب که فیزیوتراپی یعنی مستقیما توسط بله. فیزیوتراپی و بله. دستگاه‌هایی که شما دارید؟ زیادتر تکلیف‌های ارتوپدی و مریضای جراحی اعصاب زیادتر مراجعه میکنن برای ما. مریضای تنفسی هم برای ما مراجعه میکنن زیاد. مریضایی هستن که وزنشون بسیار زیاد است، میخواین وزن خود کم بکنن. یک موضوع خیلی مهم بله. از برنامه ما. بله. اکثر اماتن ما مشکل ما فعلا در بخش فیزیوتراپی که در شفاخانه کشایلد کیر فال ساختیم بخشه. بخش فیزیوتراپی را ما پیشتر گفتم با دو کلمه، با دو بخش تقسیم میشه. ما با سه بخش ده تقسیم کردیم. بله. همین بخش اکسرسایز که شما اجرا کردیم، یکی بخش الکتروتراپی است و دومش بخش سونوتراپی است و بخش سومش هم جیم تراپی است. مریضایی که بسیار از دردهای خود شاکی می باشن، مثلا دردهای فقرات سرویکال، مثلا دردهای فقرات کمر، از پای دردی، از دست دردی بگپا، عامل اصلی ازی باید پیدا شوه توسط ازی که دکتر سب ارتوپیدی برای زنا مایناتی که برشان ضرورستی را برشان توسعه میکنن درست. بعد از گرفتن اکسره بگپا تشخیص میشه که چی مشکل است. در فقره مشکل است، در عصب مشکل است. ما پیشتر گفتیم که زیادتر مریضای ارتوپیدی و جراحی اعصاب میه. بعد از اینکه دکتر سب اونا را تشخیص کردن، مراجعه میکنن و راجع میشن به فیزیوتراپی. درست. فیزیوتراپی بعد از او ما گفتیم الکتروتراپی. در بخش الکتروتراپی ما بسیار ماشین های داریم، یا بعض ماشین ها رو به شما نام میگیرم. درست. مثلا الکتروفوریز هست، مثلا سی دی بی وان هست، مثلا ماشین های تنس هست که هر کدام ماشین حرکات خود داره، وظیفه خود اجرا میکنه و همین که بیشتر ما گفتیم که تماما همراه صدای میشه بلد. هر دستگاه ما میتونه که مثلا یک مریض است مشکل عصبی داره بله، که عصب پس دوباره احیای مجدد شوه، باید فعال شوه. یک مریض است شخیص پزم داره، یک مریض است مثلا کسر داشته بعد از اینکه دو ماه پلستر شده پای ازی، بعد از اینکه هر نوع یک بوده کانترکتور مفصل داده است، هر مفصل یک بوده، هیچ امکان نداره کانترکتر مفصل مریض بدون فیزیوتراپی و اکسرسایز
پس حالت اولی خدا بگیرید. دکتر صاحب یک اصطلاح بسیار مشکل گفتین. من میره نفهمیدم خوب است که میره امی چی بود؟ کانتراکتور. اینا میره اگه بگوین که مدلش چیه؟ بله صاحب. مثلا یک کس پایش کسر کرده است. اینا میرن اکسره بگه پای خدا میکنن. درست. تثبیت میشه برشان طبعی طبیعی است همگی ما میفهمیم که یک مریضی که کسر داشته باشه یا یک ماه یا 20 روز یا 15 روز نظر بسند فرق میکنه بله بله. یا دو ماه زیادتر از شاید اینا در پلستر میباشه پایشون بله. وقتی که بعد از اکسره امتحانی گرفته میشه میبینن که کسر مریض مطلق خوب شده بعد از پلستر مریض باز میشه بله. شما ببینید که دو ماه یک مفصل بله. حرکت خود اجرا نکرده مثلا مفصل فتیلا دو ماه حرکت اجرا نکرده طبعاً این مواد مایع رفشرم نکس بله. سی ساخته سخت ساخته بله. و حرکات خود عضلات عزیز داده حساب عضل قیاس بله. بعد از اون برای اینا فیزیوتراپی توسعه میشه در فیزیوتراپی برای مریض کانتراکتور چی میشه سه اول برای اینا شوا داده میشه درست شوای سولکس رو برش میگیم سه آیا ضرر نداره این شواها شوای دو رقم شوا ما داریم در بخش فیزیوتراپی یک شوای سولکس ما گفتم مطلق عوارض جانبی نداره از نور آفتاب گرفته شده و یک حرارت تولید میکنه کمو ساحه که اسپازم داره اسپازم باید نرم بسازه بله. جریان خون باید سریع بسازه عضلاتی که حالت عادی خود از زدن پس آماده شو برای تداوی الکتروفورس توسط الکتروفورس دوا زرق میشه برای مریض بله. دوای مخصوص است او دیده میشه که کانتراکتور با چی اندازه است بعد از او یک تداوی بسیار خوبی که ما داریم که شاید زیاتر هموطنای ما با او آشنایی نداشته باشن کو پارافین جامد است پارافین جامده این قدر ما اگر نام پارافین بشنویم پارافین عادی که ما بله. استفاده میکنیم در دواخانه پیدا میشه شو فکر میکنیم که اون پارافین است بله. اما او پارافین دیگه چه پارافین جامد است مثل سنگ است یگانه تداوی کانتراکتور پارافین جامد است که مواد خودش مثل یک سنگ است بعد از او حرارت داده میشه توسط حرارت او مواد نرم میشه بعد از او پس آماده میشه حداقل یک ساعت در بر میگیره بله. و 70 درجه سانتیگراد حرارت می داشته باشه درست اگر ما شما در 70 درجه سانتیگراد حرارت در جلد مریض یا جلد هر کسی که بانیم طبیعی است می سوزن مقامات های وجود فرق می کنن یکی از مقامات وجود بسیار پایین است یکی بسیار بالا است بله. با اندازه مقامات وجود مریض باید این بانده شود و بعد از او که عضلاتش نرم کرد اما عصبایی که تحت فشار هستند و بعد از او اکسرسایز حرکات داده میشه و حرکت بسیار مخصوص است برای مریض باید داده شود و بعد از او یک دستگاه ما داریم برای ترکشن سرویکل است ترکشن سرفقرات کمر است و برای کانتراکتورهای مثلا زانوی هم ما ترکشن داریم بعد از او باز ترکشن برای مریض داده میشه اندازش باید از روز اول چقدر ترکشن برای مریض باید شروع شود روز دوم باید چقدر شروع شود روز سوم باید چقدر شروع شود و میشه که کانتراکتور مریض حداقل 15 روز 20 روز در روز نظر به حرکات فعالیت خود مریض است که مریض چقدر علاقمندی داره که باید زود خوب شه ببینید شما یک مریض یک ساعت مراجعه میکنه در شفاخانه در بخش فیزیوتراپی کانتراکتور مفصل هم دارن درست این کافی نیست که یک ساعت دکتر برای این کار میکنه بله این تصور بکنید دکتر همیشه برای اونها یک استاد یک راهنما است دوای ضرورت برشان تطبیق کرده بعد از او خود مریض و پایواز مریض و فامیل مریض مکلف است که عمو اکسرسایزی که برشان توسعه شده باید رو کار بکنه متاسفانه ما زیادتر با مریضای خود بسیار مشکل دارم مشکل می است که یک ساعت امرایشان گپ میزنم برشان میگم که دوست عزیز بله به این شکل باید سه وقت خودت اکسرسایز کار بکنی اولین پرسان ما صبح می امی است که شما اکسرسایز تن کار کردین به خاطر اینکه امروز آماده باشم این عضلاتی که دیروز اسپازم داشت باید اسپازم از امروز از رفع شده باشه ما بتونیم کار بعدی رو برای مریض شروع بکنیم درست اگر مریض کار کرده باشه ما بسیار خوب میتونیم که روز دوم کار خود ادامه بدیم اگر مریض همکاری نکرده باشه و بعد از او بعد پریزی های خودم کرده باشه بسیار تایمار رو در بر بگیرسه بله خب دکتر صاحب قبل از اینکه ما سوال